سلام به همه شما دوستان گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه من حسین عبدالهی و با یه وکشاپ دیگه هم در کنار شما قراره که امروز بریم سراغ ورکشاپ باتروم یه سرویس همون چون توی آموزش هامون توی چنل یوتیوب اگر دقت کرده باشه جزء اولین آموزش هامون بوده یک سرویس حمام و خب استقبال خوبی هم شد بچه‌ها خیلی خوب دوست داشتن و خیلی نمونه کار گذاشتم و دیدن بخاطر همین چون ورژنش هم قدیمی بود ترجیح دادم که یک فضای جدیدتر و با نسخه جدیدتر ویری آموزش بذاریم و بخواید ببینید رو استفاده کنید اینم که یوتیوب ماه و اگر دوست داشته باشید میتونید بیایید حتما لایک کامنت سابسکرایب کنید و ببینید و به همه دوستاتون معرفی کنید و دمتون هم گرم خب بریم سراغش تو رندر که من فضا رو طراحی کردم یک متر اینجا در نظر گرفتم یک متر اینجا و یک متر اینجا واسه اینکه این قسمت برای من نقطه کنونی باشه و چشمگیر باشه ترجیدم که ارتفاع این فضا رو بلندتر در نظر بگیرم سونیم ارتفاع و بریم سراغش خب من اینجا یک باکسی رو میکشم و عرض خود دیوار ده سه متر عرض خود دیوار و بین قسمت ده سی سه خب توی همین اول سراغ این دیواره بریم تکمیلش کنیم دونه دونه میام اینجا واسه اینکه بخوام من به من سه تا یک متر بده میام کانکت میدم خط بالا انتخاب خط پایین انتخاب کانکت میدم الان داره بهم دو تا یک و نیم متری میده یه دونه دیگه بریم بالا یه متر یه متر یه متر خب تو همین قسمت من یک کانکت دیگه میدم یه خط در نظر میگیرم F4 خط رو ببینم میام اینجا دبلیو که بزنم ارتفاعش رو من الان روی 175 سانته من اینو میذارم رو دو هشتاد بره این قسمت بالا حالا واسه اینکه من بخوام توی این قسمت این قسمت و این قسمت و این قسمت فلور بخوره و بتونم ترمو قرار بدم میام چهار رو میزنم این پولیگون انتخاب این پولیگون و این پولیگون. انتخاب میشه دیتچ میزنم ولی دیتچ از کلون و توی اینجا این, این پلنی که من دارم میام فلور رو انتخاب میکنم اگر ندارید نه افزار و نمیدونید این اسکریپت چجوری استفاده میشه ازش میتونید بیاد داخل کانال یوتیوب توی این قسمت من فلور جنراتور رو گذاشتم شما میتونید استفاده کنید ازش فایلش هم داخل کانال دا تلگرامی هست خب و من توی این قسمت فلو انتخاب میکنم کرییت فلو ارتفاع رو بلند در نظر میگیریم برای این قسمت بره بالا و از اینجا من اینو کم میکنم در نزدیک بشیم به این قسمت بیاییم پایین الان خوبه بذاری کم ارزو کمتر کنم ببینم عربه شد. و جین قسمت ببرش هم میخوام کم کنم جین قسمت ببره ما داریم تونه به این صورت بشه اکسترونودی هم که دادن هم کم میکنم توی این قسمت زنین باشه ما اوکی این فاصله هم بذارید باشه خب توی اینجا این که اوکی شد ما کاری با این نداریم من توی این قسمت این پلینر هم دیگه باش کاری ندارم پلینر هم میکنم توی اینجا من از این قسمت سگمنت ها میخوام استفاده کنم اتوگیت فعال باشه یک سویپ بیدیم بهش به چارچوب به ما بده برای خود قسمت گرین واله و بیرون زدگی داریم بله داریم ولی نمیخوام این باشه چارسون اوکیه اینجا هم میتونیم چهار باشه الان بهتر شد من این الان میدم ماکسیموم بمینیمون اوکی okay. و همینجا من یک می میکشم چون قرار این پلینه برای من بشه قسمت فضای سبزم روی این پلین قرار اعمال بشه به همیلاتی و همین توی این قسمت چیز دیگه کار رو نداریم آن رو میکنیم و این یه دیگه رو مدل سازی کردیم حالا از این قسمت من یه باکسی کشم اینجان و دو ش در نظر میگیرم دوو ش در ده سانت و اینم سه این ده سانت ترم من برای این قسمت گشم چون میخوام از این دیوار به بعدش دو ونیم باشه تقریبا و از این قسمت انتخاب میکنم میذارم کنار این پایینشم که اوکیه و این هم همینطور یه کپی ازش میگیرم این قسمت قرار میدم اوکی من اینجا یه باکسی رو من میکشم و دو چهل نه ببخش دو ده ارتفاع شد. من اینجا دو چهل هم پوده نظر میگیرم آقاش که هیچی میام ای این ور این ورتر میرم به داخل یه لغاز این قسمت باشه حالا برای این قسمتش نگاه کنید من میام اینو لب به لب این در نظر میگیرم چون میخوام از پایین بریده بشه یک مقدار هم میرمش پایین تر اما میکنه و چون این قسمت اوکیه این باکس انتخاب کپن ابجل پروبولیا ستار پیکین و این قسمت خب حالا چون اینجا من یه باکس دیگه یه میخوام بکشم اگر اجازه بده و یه دو نیم هم این بردن نظر دارم از این قسمت اینجا قرار میدم و همینجا این بر خب توی این قسمت قرار فضای روشوی ما باشه من میام اینجا هم روی یک پلین روی این میکشم چرا یک پلین میکشم چرا به خود همین فلوژن نمیدم اگر فلوژن بریم بدم چهار طرف این فلوژن میشه این قسمت پشت چپ و راست اصلا برای من شش طرف برای من میکشه و به در من نمیخورم، فقط میخوام همین قسمت باشه چون اینجا باعث میشه که فضای ما شلوغ‌تر بشه، رم من بیشتر استفاده کنه، فضام سنگین‌تر بشه. فلوژن رو میزنم و از همین جا ببینید ابزار کاری نکردم میام پیک فلورجن رو میزنم میگم از همین میخوام برای من این رسمت قرار میده خب من میرم دو تایم کلی اینو هایدش میکنم پلین رو دیلیت میکنم دیگه نیازی بهش ندارم خب حالا این رسمت من میام چیکار میکنم یک دونه رکتنگل از این گوشه ببینیم یک کمک کنن از صف رو کشم تا اینجا این صف میزنیم که بره روی کف کار قرار بگیره من چون اینجا اکسترونوت میدم ولی به سمت منفی این ده ساند باشه کفایت میکنه اوکیه حالا من بهش یه دونه ادیت پولی میدم این سفر رو انتخاب میکنم این زت میدم به جلو تقریبا سی سانت اوکیه و بعد اکسویت میدم به داخل یه پنج سانت منفی بدیم و بعد مجددا اکسویت میدم به داخل میتونم یک کار دیگه کنم واسه اینکه بتونیم عباده درست در بیاریم توی این قسمت ها ببینید ما 180 تا برای یه وان لازم داریم که طولش بشه و من میام اینجا یه باکسی رو کشم. کنم کمترش هم هست نه این از 140 شروع میشه 150, 160, 170, 180 ما میام مثلا میانگیرش در نظر گیریم مثلا 150 در نظر میگیریم عرضش چقدره هشتاد تا که هفتاد تایی هم داره میذاریم این قسمت و اینا سعی میکنیم روی مرکز قرار رو بدیم به این صورت ببینیم اگه من اینجا سنتر سنتر بزنم این رو بعد خودش مرکزش قرار میده و می و حالا چون این متریال اینجا فرق میکنه با متریال این قسمت من میام چیکار میکنم یک رکتنگل میکشم از قصد رو میکنم, میکنم که بتونین تمام دستور رو یاد بگید یک رکتنگل هم اینجا میکشم همش جفتش در یک ارتفاعه فکر میکنم باید کمترش کنم اینو دیلیتش کنم اینو ارتفاعش رو پنج سن قرار بدم که یک ارتفاع باشه با این رسمت و یک رکتنگل دیگه اوکی حالا این رکتنگل رو انتخاب دیز اسپینای اتچ با این اتچ میکنم و بعد میتونم بهش یه ادیت پولی بدم اکسترود بدم فرق میکنه ببینید ولی ای دیگه اینجا در دمون یک سانت ولی پلین کنیم بهتره پلین باشه بهتره پس بهش فقط یه ادیت میدم که فقط یک پلین بشه ارتفاعش یه مقدار کمتر میکنم حالا تو قسمت رندرینگ بهتون میگم چرا اختارشو میارم پایین تر به این صورت بشه و میام سراغ این بر یک رکتنگل دیگه در اینجا هم منفی ده تا اوکیه ایز پولی میدم این کف انتخاب بشه یه میزنم از اکنون اوکیه و بهش فلورجن میدم کریه فلورجن و از اینجا ازش رو 50 در 50 میخوام در نظر بگیرم 60 40 داریم ولی خب من اینجا 50 در 50 به فضا من میتونه بیشتر میاد بعد ببین اینجا درز داریم بچه‌ها من این درز رو نمیخوام اصلا اصلا نمیخوامش میگیرم ببین تو این قسمت گروت لنف کمش میکنم و جی همین ببلم کم میکنم دوباره کارو چرا بهتر باشه حالا اگر دیدم درزش خیلی تو رندرینگ دیده نمیشه شب بیشترش کنم حالا بزنیم روی این که بهتر دیده تر باشه خب توی این قسمتم هم پلی اینجا انتخاب ایتاج از کلوم روی همین پلین هم یه دونه میدم و پیک فلور میزنن به همین که توی یه راستا باشه ببینید توی یه راستا میشه خطوتاشو به همین راحتی و از همین دیواره یک کپی میگیرم این قسمت قرار میدم از گوشش بگیرین بذارین اینجا بکنم از داخل به داخل باشه به و توی اینجا مال بریم سراغ سقفش فلان از اینجا من رکتنگل رو میکشم ببین از دیوارهای داخل دارم میکشم بهش یک سنوت میدم یک مثبت رو مصبت در نظر میگیرم بیاد بالا ده و کف و فعلا کاری به نداریم هایدشون میکنم ماشده اینقدر تعدادشون زیاده هاید نمیشن توی این قسمت سقف رو انتخاب میکنم از پایین دارم میبینم اگر دقت کرده باشید توی رندر ببینید یه ارتفاع پایین اومده ولی از چهار طرف یه نور مخفی خورده پس یک فاصله از دیوار داره من میخوام این فاصله رو انجام بدم یک راست کنید این زد و انتخابش کنم این زد کنم اون ده که کفایت میکنه و بعدم یک سرود مثبت که بیاد پایین یه ده دیگهم دیگه هم بهش میدم و اینتر به همین راحتی مهدان این قسمت فضای ما و چی اینجا من یه باکسی میکشم تام یک کفایت میکنیم یه بالا یه الان میزنم نسبت به این جی محور زد این رو بگمه ماکسیموم ارتفاع شو همون دوازده سان در نظر میگیرم کفایت میکنه اینجا هم یه فکری براش دارم اگر اجازه بده یه yeah. 75 سانت هم اول 50 واف باشه ای چی این رسپوند هم 75 سانت اینجا در نظر میگیرم یه فکری بعدا براش دارم میخوام انجام بدم اگه بشه فعلا خالی میذاریم دستیم هم خود و تو این قسمت همین فضا رو انجام دادیم و تو این قسمت از پکیج آبجکت خودم میخوام استفاده کنم یه همچین دری رو قرار بدم براش ببینید میام انتخاب میکنمش برمیدم اینجا مرش فایل پورتریک کیز زوم کنم روش این واسه چه کاری لازم ندارم اینو انتخاب میکنم و چقدر دور شده میام اینجا نزدیک به صحنه یه روتیت و 90 درجه بذارمش بنده خدا این روتیت شد و دستگیرش به داخل باشه بهت میکنم قرارم اینجا ببینید توی این قسمت الان ما ارزش ذره بزرگتر باشه ولی ارتفاع رو من با خود همین در نظر میگیرم اینو میبرم بالا دو ده کم بود اینجا. چون ارتفاع بالا بالاتر داریم من چیکار میکنم اینو بهش یه دونه اف اف تی بهش میدم اف اف تی دو در دو نگاه کنید از این نقاط اینجا میگیرم چک میکنم به این دیواره ببینید دقیقا تا این است من اینو میارم از این قسمت به این سال میکشمش میارمش تا اینجا این الان بخواید توی این قسمت هم ببینیم ببینید اینجوری میشه از دو طرف کشیده میشه خب حالا توی این قسمت این قسمت ایت بهش میدم نقاط اینجا یکی این قسمت یکی هم این قسمت انتخاب میکنم میبرم بالا تا اندازه همین در نظر میگیرم چه دو پنجا او خیلی شد تقریبا دو چلو شیش در نظر داره این کار اوکی دیگه مشکل نداره و توی این قسمت هم میرم یه باکس میکشم از همینجا دم ورودیش به این شکل در منفی و یه حساری هم دورش میکشم میرد از این قسمت جفتش رو کورنر که کفایت میکنه بهش اکسترود میدم به سمت بالا میارمش اشتاد تا میتونی یک متر هم باشه و انتخاب ادیت پولی نقاط انتخاب کانکت خوبه و اینایی که انتخاب کردم و با این قسمت هم انتخاب میکنم هم با اگه خواستید میتونید همچه حرکت روی این قرار بدید اینجا هم همینجور انتخاب میکنیم و این کانک بگیم به دیگه با این کاری ندارم بزن همینجور بمونه بعدش میام به اینه چی میدم گراتیس میدم که همچین فریمی رو بهم بده و یه ذرا سیگمنت سیگمنت لازم نداره برای گیرشتش هم که همون دو سانت باشه اوکیه بیرم شراغ این ببینم کش کنم یک پرت دارم بیرمش بیرون تو دیوار نباشه به همین راحت اصلا نمیشه اوکیه هم الان بهتر شد و چون این قسمت فضای بیرون رو داریم به صفت داخل و چون این قسمت هم فضای مدل سازی این کارمون هم تکمیل شده و بعدش بعد بریم سراغ آبجکت چینی این فضا و قسمت رندرینگش اول دارم که تعمیج انجام بدید و دوست داشته باشید بریم سراغ پارت بعدش میریم سراغ آبجکت چینیش کامل آبجکت رو میچینیم و نور پردازی میکنیم فضا رو میشین یک پارت و بعدش میریم یه پارت بعدی دیگه میریم سراغ قسمت رندرینگش امیدوارم دوستش بشه تا اینجا لایک کنید کامنت بذارید و وقتی که مدل سازی کردید بگید عکسش رو داخل کانال و گروه تلگرام بذارید که بچه دیگه ببینن و ما هم ببینیم و انرژی بگیریم بریم سراغ پارت بعدیش مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار